وحشت رژیم از خیزش محرومان و جنگ گرگها بر سر زهر اتمی و فضیحت سبد کالا. نماینده خامنه‌ای در کیهان: آیا این همه ناتوانی در اجرای طرح توزیع سبد کالا به یک عذرخواهی خشک و خالی نیاز نداشت؟ امتیاز نقد دادن و وعده نسیه گرفتن افتخار نیست که حسادت دیگران را در پی داشته باشد. موج اعتراضات و نارضایتی مردم به جان آمده و محروم به خاطر گرانی و تورمی که به طور افسار گسیخته بالا رفته و مردم کم درآمد به ویژه در روستاها و همچنین کارگران محروم را تحت فشارهای کمرشکن قرار داده است، بحران رژیم فاسد و چپاولگر آخوندها را تشدید کرده و تلاش شکست خورده آخوند روحانی برای مهار اوضاع باعث تشدید جنگ گرگها شده است. پاسدار شریعت مداری نماینده ولی فقیه ارتجاع در کیهان نوشت: بعد از بی تدبیری خسارت آفرین دولت مدعی تدبیر در توزیع سبد کالا که اعتراض و انتقاد همگانی را در پی داشت، انتظار آن بود که رئیس جمهور محترم به خاطر این همه بی تدبیری دستاندرکاران طرح یاد شده از مردم پوزش بخواهد. اما رئیس جمهور محترم نه فقط کمترین واکنشی نسبت به بی تدبیری پدید آمده در توزیع سبد کالا از خود نشان نداد، بلکه به منتقدان توافق ژنو اعتراض کرد و از آنان با عنوان عده‌ای معدود و کم سواد یاد کرد که به گفته ایشان از جای خاص تغذیه می شوند. انبوهی از محرومان را در سرمای زیر صرف درجه و در صفهای طولانی به مراکز توزیع سبد کالا کشاندند و بسیاری از آنان را دست خالی به خانه هایشان روانه کردند. آیا این همه ناتوانی در اجرای طرح توزیع سبد کالا به یک عذرخواهی خشک و خالی نیاز نداشت؟ آقای رئیس جمهور در حالی منتقدان توافقنامه ژنو را کم سواد معرفی کرده و به آنان اهانت می کند که بیش از این بارها بر ضرورت انتقاد و حتی تشویق منتقدان تأکید ورزیده بود. چرا به کسانی که بسیاری از آنان با ارائه مستندات روشن به توافقنامه ژنو انتقاد کرده‌اند تهمت کمسوادی و مواجب بگیری میزنید؟ آقای دکتر روحانی در اهانت خود به منتقدان توافقنامه ژنو توضیح ندادند چرا در بحبوحه اعتراض همگانی به بی‌تدبیری و ناتوانی دولت در توزیع سبد کالا به یاد توافق ژنو و اهانت به منتقدان آن افتادند. دولت محترم در توافق ژنو کدام دستاورد قابل ارائه و امتیاز در خور توجهی را برای نظام به ارمغان آورده است؟ امتیاز نقد دادن و وعده نسیه گرفتن افتخار نیست که حسادت دیگران را در پی داشته باشد. در واکنش به اظهارات آخوند حسن روحانی که حملات صورت گرفته علیه توافقنامه ژنو را علامت بیسوادی خوانده بود، سایر ارگانهای باند رقیب واکنش نشان دادند و متقابلا آخوند روحانی را بیسواد و دیکتاتور خواندند. خبرگزاری سپاه پاسداران نوشت: در پاسخ به این اظهارات رئیس جمهور باید گفت ما بیسوادیم و سواد شما هم در نحوه توزیع سبد کالا کاملا نمایان و مشهود بود. یک رسانه باند رقیب نیز رئیس جمهور ارتجاع را دیکتاتور توصیف کرد و نوشت: به نظر می رسد آینده این گونه اظهار نظرها نوعی خشونت نظری و دیکتاتوری پنهان را رقم خواهد زد.